what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. کاخ هشت بهشت یک کاخ تاریخی در شهر اصفهان است که در دوران صفویان و در سال 1080 قمری ساخته شده است. ساختمان این کاخ در دو طبقه در میان باغی بزرگ بنا شده است. سبک معماری این بنا به شیوه اصفهانی است. کاخ هشت بهشت که روزگاری زیباترین کاخ عالم هم نامیده می شد، در سال 1080 هجری و به روزگار شاه سلیمان صفوی در میان باغ بلبل ساخته شد. نخستین مدرسه دوره قاجار در اصفهان کاخ هشت بهشت است که به نام مدرسه همایونی شناخته می شود. باغ وسیعی که عمارت در آن واقع شده جزی از باغ بزرگ نقش جهان بوده که شاه اسماعیل اول احداث کرد و در زمان جانشینان او به خصوص شاه عباس اول به قطعات متعددی تقسیم شد. باغ هشت بهشت در زمان شاه صفی وجود داشته و در دوره دو شاه بعدی یعنی شاه عباس دوم و شاه سلیمان بر درختان این باغ زیبا افزودند. لازم است ذکر شود کوشک باغ متعلق به زمان شاه سلیمان صفوی می باشد که در آن دوره باغ تکمیل و اصلاح گردید و در سال 1080 هجری قمری که با سومین سال سلطنت شاه سلیمان صفوی مقارن بود به اتمام رسید و به گفته برخی تاریخدانان این باغ نشیمن هشت سوگلی حرم پادشاه بوده است که چهار نفر در طبقه همکف و چهار نفر دیگر در طبقه اول سکنا گزیده بودند. این بنای دو طبقه با تاق‌های زیبا و تزئینات فراوان یکی از نمونه‌های درخشان معماری عصر صفویه به شمار می‌رود. این قصر از همان ابتدای احداث کاخ هشت بهشت، هشت به هشت و هشت در بهشت نامیده می‌شده است. اتاقهای طبقه اول در چهار گوشه عمارت تزئیناتی از گچبری و نقاشی دارند. در طبقه دوم عمارت نیز مجموعی از رواقها و اتاقها و تاقها و پنجره ها بر زیبایی آن می افزایند. این طبقه به راهروها و اتاقهای متعددی تقسیم شده که هر یک تزئینات خاصی دارند. در برخی حوض آب و در برخی بخاری های دیواری تعبیه شدند. دیوارها را نیز آینه‌های فراوان می‌پوشانیدند. تمام سقف‌های کاخ را نیز موزاییک‌های بسیار عالی پوشانیده و دالان‌ها و غلامگردش‌های بسیار زیبا و هماهنگ آنها را احاطه کردند. آنچه در این عمارت حائز اهمیت است، ارتباطی است که میان فضاها و قسمت‌های مختلف آن پدید آمده. این ارتباط باعث شده تا این عمارت در عین تنوع و گوناگونی و تعدد فضا از وحدت و یکپارچگی و تزئینات قابل توجهی برخوردار شود. بخش مرکزی کاخ به صورت چهار صفه ساخته شده و ایوان آن رو به شمال است. سقفی که بر فراز این بنای چهار صفه استوار است، پوشیده از مقرنس‌های گچی خوشرنگ و خوشتر است. در اواخر دوران قاجار، عمارت هشت بهشت به مالکیت خصوصی اشخاص درآمد و از زیورهای نفیس و گرانبهای دوره صفویه عاری گردید.
به طوری که امروز از آن همه شکوه و فریبندگی داخل کاخ و آبنماها و جویهای آب روان اثری بر جایی نمانده است. با همه دخل و تصرفات، زیبایی صفوی این بنا بر جای مانده است. چنان که آندره گودار، باستانشناس و ایرانشناس میگوید، کاخ هشت بهشت با تالاری که از هر سو باز است و با چهار عمارت کلاه فرنگی در چهار گوشه خود هنوز هم ترکیب اصلی و مختصری از لطف و ملاحت روزگاران گذشته را حفظ کرده است.